سلام رفقا، امروز اومدم بهتون نشون بدم که چجوری یه همچین دایره های نورانی رو با استفاده از گرادینت های مختلف بسازیم. بریم سراغش. من این کامپوزیشن های قبلی رو کاری ندارم، میام مجدد از اول شروع میکنم. یه دونه کامپوزیشن با ابعاد مثلا 1080x1080 برای خودم باز میکنم و اسم این رو میذارم مین، یعنی کامپوزیشن اصلی. یه دونه از این قسمت سرکل میام دابل کلیک میکنم و اد میکنم. رنگ اون رو مثلا میام به یک آبی تیره تغییر میدم. از قسمت الیپس پس میام سایز اون رو مثلا روی 850 میذارم، یه مقدار کوچیکتر بشه. و حالا یه دونه کامپوزیشن جدید باز میکنم به اسم شیپس. تو این قسمت میام چیکار میکنم؟ از همین الیپس استفاده میکنم، یه سری دایره های مختلف واسه خودم اینجا رسم میکنم که بیام از رنگ‌های مختلفم استفاده بکنم. یه دونه رسم شد، یه دونه دیگه مثلا میام با رنگ زرد خارج لایه کلیک میکنم تا بتونم دایره های جدید خودم رو اینجا رسم بکنم. یه دونه میام مثلا با رنگ بنفش، یه دونه با رنگ بزرگتر میخوام با رنگ نارنجی ایجاد بکنم. بیاریمش داخل. یه دونه اینجا با رنگ سرخابی میخوام ایجاد بکنم، اینو بذاریمش اینجا. و این زرد رو به نظرم بیاریمش بالا که بیشتر دیده بشه، یه مقدارم سایزش رو بیشتر بکنم. اوکی، حالا کلید پی رو میزنم که پوزیشن اینها باز بشه. آلت رو کلیک میکنم روی استاپ واچ و یه دونه دستور اکسپرشن با اعداد 2 و 200 می نویسم. حالا اون 200 بستگی به سایز کامپوزیشن شما داره که با توجه به سایزی که من در نظر گرفتم 200 پیکسل میتونه سایز مناسبی باشه برای من. به حرکتش نگاه میکنم، برای من مناسبه. میام روی قسمت پوزیشن راست کلیک میکنم، کپی اکسپرشنالی رو انتخاب میکنم، لایه های پایین تر همگی انتخاب و کنترل وی که این اکسپرشن برای همشون فعال بشه. همینجا میام یه دونه در واقع لایه ادجاستمنت اضافه میکنم از قسمت افکت ها. یه دونه کامرا لنز بلر روش اضافه میکنم، عددش رو زیاد میکنم و میام از این قسمت این تیک رو براش فعال میکنم که تا تمام لبه ها این بتونه امتداد پیدا بکنه. برمیگردم کامپوزیشن اصلی و از این قسمت، حالا اون قبلی ها رو من کاری ندارم، همین شیپ، این شیپ هایی که اینجا ساختم در واقع کامپوزیشنش این میشه. میام توی مین اصلی، کامپوزیشن اصلی، اینو میذارم بالای لایه. از این قسمت میام ترک مت رو الحاق میکنم به این شکل اصلی خودم. لایه خودم هم میخوام روشن بکنم که جاهایی که خالی موند، یعنی اشکال طوری جا به جا شدن که اگر زیرش یه جاهایی مثل اینجا دیده نمیشد، در واقع رنگ کامپوزیشن خودم رو داشته باشم. پس تا اینجا در واقع بذارم اینو روی 1/4 بذارم، یه مقدار سریع‌تر ببینیمش. این میشه نتیجه اون گرادینتی که ما لازم داشتیم. حالا نکته اینه که شما ترتیب و ترکیب رنگ‌ها رو میتونین با عوض کردن اینها و رنگاشون در واقع کنترل بکنید. الان مثلا اگه اون لایه سرخابی رو من بیام بالاتر قرارش بدم، خب طبیعتاً یه مقدار دایره من به سمت سرخابی ها بیشتر میره. پس کنترل رنگش رو کاملا میتونیم توی کنترل داشته باشیم. حالا چیکار میکنم؟ این دایره‌ای که اینجا دارمش، در واقع این دوتا رو انتخاب میکنم، این دوتا لایه رو، یعنی یه دونه اون اشکاله که داخل این الان مت شده و یه دونه اون دایره است. دوتا رو انتخاب میکنم، کنترل شیفت سی میزنم و یه دونه کامپوزیشن جدید به اسم سرکل باز میکنم. پس الان اینو دارمش. حالا راست کلیک، از قسمت لیر استایل میام مثلا اینر گلو رو بهش اضافه میکنم. از تنظیمات اینر گلو اسکرین رو روی ویوید لایت میذارم که مقدار رنگ های شارپ تر بتونه به من بده. اندازه سایز رو بزرگتر میکنم و این یه همچین نتیجه الان برای من داره. کار دیگه که میتونم بیام انجام بدم، این لایه مینی که اینجا دارم، من یه دونه بک‌گراند واسش بذارم اول، یه دونه بک‌گراند مثلا تیره اینجا واسش
قرار میدم، اینو بیارمش پایین تر که این بهتر دیده بشه. این دایره خودم بذاری مقداری کوچیکش بکنم، اسکیلش مثلا روی 75% بذارم. خب حالا به قسمت لیر استایلش میخوام یه استایل دیگه هم اضافه بکنم، اونم اودر گلوه، یعنی یه دونه درخشندگی برای اطرافش میخوام ایجاد بکنم. امروز رو اوتو که مقدار کیفیت بهتر بده ببینیمش. افکت اوتر گلو رو روشن کردم واسش، میتونم هر رنگی بدم. حالا چون بک‌گراند من آبیه، مثلا میتونم بیام از یه دونه در واقع گرادینت بنفش استفاده بکنم، یا حال هر رنگی که خودم بیشتر دوست دارم. سایزش رو بیشتر میکنیم و به همین ترتیب میتونیم با قسمت رنجش کار بکنیم که به نتیجه که میخواییم برسیم. من رنج رو میام مثلا روی 85% قرار میدم. رنگش هم که گفتم میتونیم از هر کدوم از اینه که دوست داشتیم استفاده بکنیم، یا میتونم بیام از یه دونه در واقع آبی استفاده بکنم، سفید استفاده بکنم و هر رنگی که مورد پسند خودم هست این رو استفاده میکنیم. سایز این رو هم میتونیم با توجه به نیازمون تغییر بدیم. و حالا یه دونه در واقع دایره به صورت درخشنده با گرادینت های متحرک تونستیم ایجاد بکنیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. کامنت حتما بذارین. اگر هم این کانال رو دنبال ندارین لطفاً سابسکرایب بفرمایید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.